آیا باید شکرگزار آنچه داشت بود یا به دنبال آرزوها رفت؟ سلام بر دوستان داستان دوست در ادامه ماجرا بلور فروش همون شخصیتی که قسمت قبلی ماجرا معرفی شد با چوپان در مورد یک ویترین جدید صحبت کرد حالا برگردیم قبل در مورد خود شخصیت بلور فروش صحبت کنیم قسمت قبلی ماجرات دیدیم که این بلور فروش سالهای سال نزدیک سی سال این مغازه رو داره و روزگاری این مغازه مغازه بسیار پر رونقی بود اما به مرور زمان از مشتریهاش کم شده و الان تقریبا به حالت ورشکستگی رسیده اما با ورود این شخصیت چوپان به داستان زندگی بلورفروش قرار بود که همه چیز عوض بشه حالا چطوری عوض شد؟ اولا زمانی که این فرد وارد مغازه شد به دنبالش دوتا مشتری اومدند بلور فروش گفت این یک نشانه خوبه ببینید دقت کنید در مورد زبان نشانه ها حالا مثال هایی که توی این کتاب نوشته در زندگی روزمره شما هم هر روز اتفاق میفته پس بلور فروش گفت خب این فرد فرد حالا بگیم خوشقدمیه من این رو استخدام کنم بعد از مدتی حالا چوپان اومده به این یک سری فکرهای جدید میده میگه خب بیا و مثلا یک ویترین جدید اینجا ایجاد کنیم مردمی که از اینجا رد میشن نمونه کارهای ما رو ببینند خب حالا بلور فروش در جواب میگه نه این کار خطرناکه ممکنه یکی از این افراد بخوره به این ویترین ما و مثلا این بلورهای شیشه ای بشکنند حالا چوپان در جواب چی میگه میگه خب این ریسک کاره پس طبیعیه اگه شما مثلا حتی چوپان هم باشید ممکنه تعدادی از گوسفندانتون رو بر اثر مثلا بلایای طبیعی هم از دست برید اما ما این کار رو انجام میدیم خب برگردیم سراغ شخصیت این بلور فروش این بلور فروش مثل اکثر ما یک آرزویی داشت آرزوی چی؟ آرزوی رفتن به سرزمین های مقدس حالا اینجا مثلا نوشته مکه خب پس میگه من فکر میکردم یعنی هنوز هم فکر میکنم که برای این کار سرمایه زیادی لازمه من بایستی مثلا کلی آمادگی جسمانی داشته باشم کلی پول داشته باشم تا بتونم برم و برسم به این آرزو اما بعدا که حالا صمیمیتر میشه میگه نه من افراد بسیار بسیار زیادی دیدم که این افراد بدون داشتن سرمایه بدون داشتن آمادگی جسمانی اومدند از اینجا رد شدند رفتند به اونجا رسیدند و خوشحال و خندان برگشتند خب این در زندگی ما هم اتفاق افتاده شما در یک لحظه فکر میکنید خب برای ازدواج حتما بایستی این یک خونه خیلی خوب باشه یک ماشین خیلی خوب باشه یک کاری با مثلا فلان درآمد انقدر پسنداز و و و و یک لحظه نگاه میکنید ببینید رسیدید به پنجاه سالگی بعد هنوز نتونستید این امکانات رو فراهم کنید ولی به دوستاتون که نگاه میکنید میبینید اون افراد تونستند با همین سرمایه بسیار کم حتی بدون شغل حتی بدون خیلی از امکانات تشکیل زندگی بدن و از اون هم لذت ببرند حالا اینجا بحث نمیدم ازدواج از اینجور چیزا نیست ولی خب می میبینید که در مورد بقیه آرزوها هم مثل مثلا ایجاد یک کسب و کار و اینجور چیزها هم یک ادهی بودند که واقعا امکانات شما رو نداشتند ولی شروع به کار کردند و موفق شدند خب اما اینجا این شخصیت بلور فروش یک کاراکتر جالبیه حالا در ادامه خواهیم رسید میگه من نمیخوام به این آرزو برسم چون اگه به این آرزو برسم دیگه دلیلی برای زندگی ندارم پس اینو مثلا توی ذهنم در نظر گرفتم حالا فرض کنید برگردیم زندگی خودمون توی ذهنم دارم که من مهاجرت کنم برم مثلا یک سرزمین خیلی خوب مثلا حالا بگیم مثلا کشوری مثل کانادا رو در نظر بگیرید اما نمیخوام به این برسم چون اگه برم برسم به اونجا تازه اول بدبختیه این یک آرزوه خب یا یکی که میخواد مثلا میگه من آرزوی تشکیل خانواده دارم خیلی فکرهای خوب تو ذهنش اما نمیخواد به اونو برسه چون اگه برسه میدونه که اون فکرهای خوب تبدیل به یک سری از مشکلات خواهد شد پس در زندگی معمولی هم افرادی هستند که یک سری آرزوهایی توی ذهن دارند و دوست دارند با اون آرزوها زندگی کنند حالا در ادامه خواهید دید که بلورفروش چه جمله جالبی خواهد گفت خب حالا برگردیم سراغ ادامه داستان نزدیک یک ماه میشد که جوان نزد بلور فروش کار می کرد و کاری نبود که دقیقا او را راضی کند تاجر سراسر روز پشت پیش آن می شست و غر می زد و می گفت مراقب اجناس باشید که مبادا چیزی بشکند خب حالا بعد از اینکه این کارها رو انجام دادیم مغازه شروع کرده به فروش دو ماه دیگر گذشت و ویترین توانست مشتری های زیادی به مغازه بلور فروش بکشد جوان حساب میکرد اگر شش ماه دیگر کار کند میتواند به اسپانیا برگردد و شست راس یا حتی بیشتر گوسفند بخرد برگردیم قسمت های قبل این در زمانی که حالا میخواست بیاد اینجا تقریبا چهل تا گوسفند داشت الان دیگه حساب کرده که میتونه بیشتر از اون گوسفندان رو هم بخره دیگر از سنگ های جادویی استفاده نکرد چون مصر برای او هم چون مکه برای آن بلور فروش به رویایی بس دور تبدیل شده بود دیگه دیگه هیچ وقت دنبال این سنگ های جادویی نرفت دیگه خب گفت این یک آرزویی بود ما برگردیم سراغ زندگی معمولی پادشاه پیر گفته بود یادت باشد که همواره باید بدانی که چه میخواهی جوان میدانست و داشت برای رسیدن به آن کار میکرد شاید گنجش این بود که به آن سرزمین غریب بیاید با یک دزد ملاقات کند و بدون نیاز به خرج کردن پول تعداد گوسفندانش را چندین برابر کند بارها این اتفاق افتاده ما اومدیم و دنبال یک هدفی رفتیم به یک هدف دیگه رسیدیم گفتیم شاید این همون بود دیگه خب من به جای اینکه حالا اونجا گنج رو پیدا کنم اینجا گنج رو پیدا کردم و واقعیت هم در اون مسیری که شما برای آرزوهاتون میرید به یک سری دیگه از آرزوها میرسید و ممکنه خیلی از انسانها خیلی از ماها اونجا پیاده شیم بگیم دیگه خب پس من میخواستم برم مثلا کانادا الان یک فرصت شغلی خیلی خوب در تهران برای من پیدا شد برم دنبال این کار پس این هم همون گنجی بود که من به دنبالش بودم خب پس برای همه ممکنه این پیش بیاد به خودش مغرور بود، چیزهای مهم آموخته بود مانند تجربه فروختن بلور و زبان عربی خب، حالا یه اتفاق دیگه قرار بیفته چه اتفاقی؟ یک روز یک فردی که بالای تپه اومده بود آخه مغازه این بلور فروش بالای تپه بود میاد اونجا قور میزنه میگه این همه سربالایی رو اومدیم اینجا یه مغازه ای نیست که ما بیه یک چایی یک آبی بخوریم خب این باعث میشه این جوان یک فکری بکنه خب حالا چه فکری بکنه؟ میگه خب این اومد سراغ بلور فروش میگه که بیا اینجا یک کافه بزنیم می توانیم در لیوان های بلور چای بفروشیم اینطور مردم نوشیدن چای را با لیوان های بلوری احساس کرده و ممکن است بلور بیشتری بخرند یک ایده تجاریه از کجا ناشی شد از صحبت یک مرد چون این چوپان زبان نشانه ها رو میدونه لطفا شما هم زبان نشانه ها رو دست کم نگیرید بارها در گفتم در پیچ های اینستاگرامی در اخبار تلویزیون از دهان یک دوست شما هم یک همچین ایده هایی میشنوید و خب بهتره که حالا نسبت به اون ایده ها کنجکاو باشید بگید خب یه پور رضای بود داشت راجبه زبان نشانه ها صحبت میکرد خب پس ما حالا راجبه این هم کنجکاو شدیم ببینیم چه اتفاقی میفته بلور فروش پرسید دنبال چه هستی؟ با میگه دنبال چی هستی آخه؟ میخواییم الان دوباره کافه بزنیم جوان پاسخ داد همان که گفتم باید دوباره گوسفند بخرم و برای این کار به پول احتیاج دارم حالا جواب بلور فروش خیلی جالبه اگر بخواهیم در لیوانهای بلوری چای بدهیم مغازه گسترش پیدا می کند و آن وقت مجبورم شیوه زندگی خود را عوض کنم و این خوب نیست ببینید شما ثروتتون از یک حدی بیشتر بشه مجبورید سبک زندگیتون رو عوض کنید اگه قرار یک مجموعه ویدئویی ضبط کنید خب مجبورید سبک زندگیتون رو عوض کنید یعنی دیگه زندگیتون اون زندگی قبلی نیست خیلی از افراد هم دوست ندارن که همچین کاری بکنند مگر اینی که یک سری از افراد وارد زندگی این افراد بشن و اینها رو مجبور به اون تغییرات بکنند اینجا اون شخصیت شخصیت چوپان اینجا اومده راجه به اینها صحبت میکنه حالا در ادامه میبینیم که بلور فروش هم تسلیم خواسته چوپان خواهد شد خب اما قبل از این که حالا اینو قبول کنه ببینید بلور فروش چه جملات جالبی میگه به زندگی عادت کرده ام پیش از آمدن تو فکر میکردم زمان درازی را اینجا تلف کردم در حالی که همه دوستانم تغییر کردند یا ورشکسته شدند یا پیشرفت کردند و این موضوع اندوه زیادی به من داد اکنون میدانم که به راستی اینطور نبوده این مغازه همان حجمی را دارد که همیشه میخواستم داشته باشد نمیخواهم تغییر کنم چون نمیدانم چگونه باید تغییر کنم دیگر به خودم بسیار عادت کردم پس جملات بلور فروش رو توی ذهنتون داشته باشید اکثر مواقع ما نمیخوایم تغییر کنیم میگید مرفرس مثلا این کار رو شروع کنیم در بدترین حالت حالا مثلا نصف سرمایهی که داریم رو از دست میدیم اما فرد مایل نیست خب میگه من تغییرات رو اصلا دوست ندارم خب حالا در ادامه ببینیم که چه چی چیزی باعث تغییر این بلور فروش خواهد شد خب حالا در ادامه میگه تو به من فشار میآوری که ها و افقهایی را ببینم که هرگز نمیشناختم اکنون که آنها را میشناسم و امکانات عظیم خودم را هم میشناسم احساس بدتر از گذشته دارم چون میدانم می توانم همه چیز داشته باشم اما نمیخواهم بعضا وجود همچین افرادی در زندگی هر فردی لازمه افرادی که بیان یک مقدار به شما فشار وارد کنند تا برید به دنبال آرزوهاتون جوان اندیشید خوب شد به ذرت فروش چیزی نگفتم خب چون ذرت فروش رقیب این بود دیگه احتمال میداد که این ذرت فروشه بخواد با دختر بازرگان ازدواج کنه خب حالا میگه جوان یک مقدار فکر میکنه میگه من فکر میکردم تا الان گوسفندان بهترین معلم های انسان هند. پس میتونن یه چیزایی به ما یاد بدن که ما بلد نیستیم اما الان یاد گرفتم که نه هیچ وقت این گوسفندان نمیتونستن به من زبان عربی یاد بدن خب پس اینطور نیست انسان در اجتماع و محیط یاد میگیره نمیتونیم بریم یک گوشه‌ای بشینیم بگیم نه بهترین معلم من سکوته بهترین معلم من مثلا کتاب است نه افراد زیادی وجود دارن که مثل یک معلم پندهای بسیار بسیار مهمی برای شما خواهند داشت خب الان این کافه راه اندازی شده بعد میگه مردم خسته به بالای سربالایی میرسیدند سپس در آن مغازه بود که بلورهای زیبا و چای نعنای شاداب کننده ای آنها را سرحال میکرد حالا اینجا دراجه به اونو بیزنسه داره صحبت میکنه میگه یک مثلا مردی گفت با همسرم اومدیم اینجا بعد از اینکه این چای رو خوردیم تصمیم گرفتیم که از این بلورها تهیه کنیم بعد یک مهمانی دادیم افراد اومدند اونها هم پسند کردند گفتن این مثلا استکان ها رو از کجا خریدید بعد ما رفتیم مثلا شما رو معرفی کردیم خب یعنی اینطوری مشتری مغازه بسیار بسیار زیاد شده میگه چایخانه های دیگری هم باز شدند که چای را در استکان های بلوری ارائه میدادند در مدت کوتاهی مغازدار ناچار شد دو شاگرد دیگر بگیرد یعنی کسب و کارشون به قدری رونق پیدا کرده که الان دو تا شاگرد دیگه هم اونجا کار میکنند در کنار واردات بلور واردات مقادیر عظیم چای را نیز به راه انداخت که هر روز توسط مردان و زنان تشنه چیزهای جدید و نو نوشیده می شدند خب پس یک بزنس چای همین ها به راه انداختند و به این ترتیب شش ماه دیگر نیز گذشت خب حالا چون میخوایم دیگه یک مقدار به انتهای داستان برسیم یعنی دوستان میگن چرا داستان ها رو انقدر کوتاه میخونی خب میخوام بیشتر راجع به این موضوعات فکر کنید خب داستان ها مثل یک آهنگ بسیار زیبان ما که نمیخوایم آهنگ تموم بشه ما میخوایم از اون لذت ببریم خب الان دقت کنید میگه بعد از شش ماه جوان پیش از طلوع آفتاب بیدار شد یازده ماه و نه روز از هنگامی که برای نخستین بار به قاره افریقا آمده بود میگذشت پس نزدیک یک سال گذشته پول زیادی داشت که برای خرید 120 رس گوسفند بلیت بازگشت و مجوز تجارت بین کشور خودش و افریقا کافی بود خب حالا صبر میکنه تا بلور فروش بیدار بشه جوان گفت امروز میروم برای خرید گوسفندان نیز پول کافی دارم شما هم برای رفتن به مکه پول کافی دارید حالا جواب پیرمرد خیلی جالبه پیرمرد گفت به تو افتخار می کنم تو به مغازه بلور فروشی من روح بخشیدی اما میدانی که من به مکه نخواهم رفت همانطور که میدانی تو برای خریدن گوسفندان باز نخواهی گشت جوان حراسان پرسید چه کسی این را به شما گفته است؟ بلور فروش به سادگی گفت مکتوب حالا در به این مکتوب در هفته های آینده صحبت خواهیم کرد حتی همین نویسنده یک کتابی به نام مکتوب داره که حالا اونجا مجموعه ای از قوانین رو نوشتند خب حالا پس این جوان ما مثل همون عنوانی که در ابتدا گفتم یا بایستی برگرده و تعداد زیادی گوسفند بگیره و تجارت کنه در واقع به گنج رسیده دیگه الان زبان عربی رو هم یاد گرفته کلی دوست اینجا داره و یا این که بره به سمت ناشناخته ها حالا هفته بعد در ادامه داستان خواهیم دید که سنگ های جادویی چطوری به کمک این چوپان خواهند اومد